همراهان خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس‌تراپیست و زوج‌درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که می‌سازم من به شما کمک می‌کنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخش‌تری داشته باشید. لطفاً اگر در یوتیوب ما رو فالو می‌کنید، سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. در اینجا میخواستم تشکر کنم از دوستانی که پرسشنامه رو برای من تکمیل کردن و اگر شما هم علاقه دارید که پرسشنامه رو تکمیل کنید لطفاً ویدیوی قبل رو ببینید و اگر علاقه دارید به من دایرکت اینستاگرام پیام بدید، من لینک پرسشنامه رو برای شما ارسال میکنم. امروز میخوام درباره اولین رابطه جنسی یا به اصطلاح شب زفاف در زمانی که افراد ازدواج میکنن صحبت کنیم. خانم ها معمولا نگران شب زفاف هستن، مسائلی از این قبیل که آیا اولین رابطه جنسی درد داره، آیا خونریزی وجود داره و آیا میتونیم به اورگاسم برسیم یا نه. نکته اول اینه که وقتی که شما شروع به فکر کردن به این موضوع میکنید که من میخوام برای بار اول سکس داشته باشم، ممکنه که نگران این موضوع باشید که چه احساسی خواهید داشت، چطور استرابی که به همراه اون میاد رو میتونید اداره کنید، چطور میتونید یک رابطه جنسی صحیح و بی خطر رو به اصطلاح درست داشته باشید. چیزی که شما باید بدونید اینه که وقتی که برای بار اول رابطه جنسی رو میخواید برقرار کنید، احتمالاً چیزهای زیادی از ذهن شما میگذره و ممکنه فکر کنید که بدن شما تغییرات زیادی خواهد کرد، دردناک خواهد بود و یا به نوع خاصی باید باشه. من اینجا به چند تا از سوالات احتمالی شما میخوام پاسخ بدم. سوال اول اینه که چه اتفاقی در بدن میفته وقتی که شما برای اولین بار رابطه جنسی رو برقرار میکنید. ببینید، بدن شما هیچ نشونه خاصی از اینکه برای اولین بار رابطه جنسی از خود داشت دارید از خودش نشون نمیده. در زمان سکس ممکنه که تنفس شما عمیق‌تر بشه، رنگ بدن شما به قرمزی یا سرخی بره که این تغییرات به وجود اومده در واقع طبیعت سکس هست. در هر زمانی که شما رابطه جنسی رو برقرار کنید ممکنه که این تغییرات رو در بدن خودتون احساس کنید. در هنگام رابطه جنسی ممکنه که ناحیه تناسلی شما متورم‌تر بشه که این میتونه به دلیل افزایش جریان خون باشه. بعد از تموم شدن رابطه جنسی بدن شما کاملا به حالت طبیعی خودش برمیگرده. یه نکته‌ای وجود داره، اینه که بسیاری از خانم‌ها با پرده بکارت به دنیا میان که به صورت یک عضو یا یک لایه یا یک قشا در ناحیه ورودی واژن هستش که ممکنه که با اولین سکس در هنگام ورزش‌های سنگین و یا هر نوع فعالیت دیگه‌ای این در واقع قشا پاره بشه. پرده بکارت ممکنه که وقتی که شما اول رابطه رو برقرار میکنید و پاره میشه، در واقع بین خونریزی داشته باشه که این خونریزی میتونه بین چند قطره باشه تا یک تا سه روز در واقع خونریزی متداول مثل دوران پریودی شما باشه. اگرچه باید این نکته رو در نظر بگیرید که تنها 40% یا 50% از دختران و یا خانوم ها ممکنه این خونریزی رو داشته باشن و اگر شما این خونریزی رو نداشته باشین کاملا میتونه یک چیز طبیعی باشه. سوال دوم اینه که آیا اولین سکس دردناک هستش؟ ببینید، قسمت اعظم استراب برای اولین سکس اینه که آیا دردناک هست یا نه. اگر شما به بدنتون توجه کنید احتمالاً هیچ دردی رو احساس نکنید. تنها چیزی که ممکنه احساس کنید تنها کمی عدم راحتی هستش که میتونه به دلیل یک تجربه جدید باشه. همینطور میتونه به دلیل اینکه اگر تا قبل از اون زمان رابطه جنسی نداشتید میتونه به دلیل تنگ بودن ناحیه واژن باشه که به مرور زمان میتونه از بین بره. اگر شما درد رو احساس کردید، بیشتر این درد میتونه به دلیل فشار باشه و فشار و درد هنگام سکس زمانی اتفاق میفته که واژن به قدر کافی مرطوب نشده و رطوبت کافی رو نداره برای اینکه و اجازه نمیده که مثلا آلت تناسلی مرد و یا شریک جنسی وارد واژن بشه. به همین دلیل معاشقه زیاد قبل از رابطه جنسی، قبل از دخول، واژن رو تحریک میکنه، باعث میشه که واژن مرطوب بشه و در واقع روانتر و شلتر بشه و اجازه دخول به آلت تناسلی مرد رو بده و از درد اون کاهش پیدا میکنه.
استفاده از روان کننده ها و حالا چرب کننده ها برای اولین رابطه جنسی هم پیشنهاد میشه که باعث میشه همون رطوبت رو بالا ببره. این پارت اول ویدیو بود، برای پارت دوم با ما همراه باشید. ممنونم که با من همراه هستید. لطفا اگر احساس میکنید که این ویدیو برای دوستانتون، برای هر کسی میتونه مفید باشه، به اشتراک بذارید و یادتون نره سابسکرایب کنید. ممنونم.